ادامه وضعیت بغرنج انسانی در غزه. بسیاری از نمایندگان کشورهای حامی فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل انتقادات تند و صریحی را نسبت به رفتار اسرائیل ابراز کردند. ما شاهد سطح جدیدی از خشونت هستیم که بار دیگر تایید می‌کند تنها راه دستیابی به صلح پایدار در منطقه یافتن راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین در راستای ابتکار عمل عرب و راه حل دو کشوری است. ایران با جامعه بین‌الملل در تایید فراخوان برای آتش بس فوری و توقف حمله نظامی اسرائیل همسو خواهد. اما نمایندگان کشورهایی که کشتار و گروگانگیری غیر نظامیان از سوی حاکمان غزه در 7 اکتبر یا همان شنبه سیاه را عامل وضعیت کنونی می‌دانند، نظرات متفاوتی بیان کردند. ما باید حق هر ملتی برای دفاع از خود و جلوگیری از تکرار چنین جنایات هولناکی را تایید کنیم. هیچ کدام از نمایندگان این شورا حاضر نخواهند بود کشتار مردم خود را تحمل کنند. فراموش نکنیم که در میان بیش از 1400 نفری که حماس در 7 اکتبر کشت، شهروندان بیش از 30 کشور عضو سازمان ملل بودند. نقطه اوج این نشست اظهارات دبیر کل سازمان ملل بود که خشم نماینده اسرائیل را برانگیخت. مهم است که بدانیم حملات حماس در خلأ رخ نداده. مردم فلسطین 56 سال در معرض اشغال قرار گرفتند. آنها سرزمین خود را دیدند که به طور پیوسته توسط شهرک ها بلعیده شده و گرفتار خشونت شده. نارضایتی مردم فلسطین نمیتواند حملات وحشتناک حماس را توجیه کند و این حملات وحشتناک نمیتواند مجازات دست جمعی مردم فلسطین را توجیه کند. این اظهارات دبیر کل سازمان ملل باعث شد تا سفیر اسرائیل در این سازمان خواستار استعفای آنتونیو گوترش شود، چرا که آن را توجیهی برای کشتار و گروگانگیری از سوی حماس دانست. الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز که در این نشست حاضر بود خطاب به گوترش گفت: شرم بر تو. به من بگویید برای کشتن نوزادان، تجاوز جنسی به زنان و سوزاندن آنها، سربریدن کودکان چه پاسخی مناسب است؟ چگونه می توانید آتش بس با کسی که قسم خورده که موجودیت شما را نابود کند موافقت کنید؟ چطور؟ این قتل عام که وحشیانه تر از جنایات داعش بود در تاریخ ثبت خواهد شد. آقای دبیر کل، تو در چه دنیایی زندگی می کنی؟ این سطح از تنش بین المللی کم سابقه است و به نظر می رسد رهبران جهان عاجز از پیدا کردن راه حلی مشخصند. بهنود نورپناه، لندن.